در سال 1973 زنان خاندار ژاپنی که به خرید روزانه می رفتند، متوجه موضوعی آزاردهنده شدند. به نظر می ارزش پول نقدی که در کیفهای دستیشون داشتند در حال کم شدن بود. تورم این بلای منحوس بار دیگر ظاهر شده بود و قیمتها روند افزایشی پیدا کرده بودند. دولت ژاپن میدونست که باید چی کار کنه و آمادگی انجامش رو هم داشت وقتی قضیه تموم شد اقتصادان ها موفق شدن وضعیت رو به دقت بررسی کنند تا بفهمند چه اتفاقی افتاده بود در سال 1971 حجم پول در ژاپن با سرعت بالایی شروع به زیاد شدن کرد. همیشه اینطوریه که افزایش حجم پول به طور آنی در نرخ تورم تاثیر نمیذاره. ولی از اواخر سال 1972 بود که تاثیر ازدیاد حجم پول بر تورم کم کم نمایان شد. اوایل سال 1973 دولت وارد عمل شد. رشد حجم پول رو متوقف کرد ولی افزایش تورم کماکان برای مدتی ادامه داشت. تاخیر دولت در واکنشی که باید زودتر نشون میداد موجب رکودی سخت در سال 1973 شد. ریزش تورم زمانی شروع شد که دولت برای مهار رشد نقدینگی عزمی راسخ از خودش نشون داد. پنج سال طول کشید تا شر تورم از سر ژاپن کم شد و ثبات نسبی حاصل شد. شوربختانه میانبری برای راه سختی که ژاپن برای مهار تورم رسیدن به یک اقتصاد سالم پیمود در هیچ جای دنیا وجود نداره. اول باید یک دوره رکود رو به جان خرید تا اثر کاهش رشد نقدینگی در تورم خودش رو نشون بده.